سلام، به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 30 ماه ثور سال 1394 هجری خورشیدی و 20 ماه می سال 2015 میلادی است. نخست سرخط مهمترین خبرها. به خبری ریاست اجرائیه از متن نهایی تفاهمنامه تبادل اطلاعات استخباراتی مصوبه ابتدایی همراه دکتر سبا عبدالله عبدالله صحبت شده که بعدها دو همیسی مسئله به نحوی آمده که دکتر سبا عبدالله از او آگاهی نداشت. تصمیم مردمی برای خیزش در برابر حراس افغانان در بدخشان. غیر نظامیان قربانیان اصلی حمله های حراس افغانانه. تأکید اوباما به سرکوب داعش در عراق و واگذاری نظارت فضایی افغانستان به یک شرکت خصوصی. مشروع خبرها. عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان خواستار اصلاح تفاهمنامه امضا شده میان ریاست امنیت ملی و سازمان استخبارات نظامی پاکستان شده است. یک منبع بلندپایه حکومت افغانستان میگوید که این تفاهمنامه به گونه پنهانی از سوی ارگنشینان امضا شده است و رئیس اجرایی از متن نهایی این تفاهمنامه توسط حامد کرزی آگاه شده است. این منبع میگوید که رئیس جمهور غنی با رئیس اجرائیه و رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی صبح امروز گفتگو داشته و رئیس اجرائیه در 3 مورد مخالفتش را با این تفاهمنامه ابراز کرده است که شامل آموزش مشترک، مبارزه با جدایی طلبان و مبارزه با سازمانهای استخباراتی دشمن است. در همین حال معاون اول رئیس اجرائیه میگوید که هرچند درباره پیشنویس این تفاهمنامه با عبدالله رئیس‌زنی شده بود، اما آقای عبدالله درباره موادی که پسانتر در آن افزوده شده است تا صبح امروز آگاهی نداشت. پس از افشا شدن امضای تفاهمنامه مبادله اطلاعات استخباراتی میان ریاست عمومی امنیتی ملی و سازمان استخبارات نظامی پاکستان، با گذشت هر روز انتقادها از این تفاهمنامه بیشتر و تندتر می شوند. این بار انتقادها از درون نظام بالا گرفتند. معاون اول رئیس اجرائیه با انتقاد سخت از این تفاهمنامه می گوید که وی هرگز از این کار آگاهی نداشته است و حتی نهایی شدن آن با رئیس اجرائیه هم در میان گذاشته نشده است. ارتباط سند امنیتی یا تفاهمنامه امنیتی اما مصوبه ابتداییش همراه دکتر سبا عبدالله عبدالله صحبت شده که بعدها دو همیسی مسئله به نحوی آمده که دکتر سبا عبدالله از او آگاهی نداشته. این مقام حکومت وحدت ملی این سند را به زیان کشور می داند و می گوید که ISI مسئول تمامی خشونت ها و کشتارهای مردم افغانستان است. مواردی که اصلا مبهم به نظر می رسه مثل مسئله جدای طلبان مفهوم نیست در افغانستان. جدای طلبان یعنی چی؟ در این میان مجلس نمایندگان امضای این سند را برای رهبران حکومت وحدت ملی بسیار شرم‌آور می‌داند و از تلاش‌ها برای ملغا ساختن این تفاهم‌نامه سخن می‌زند. واضح روشن است که در قضیه ناامنی افغانستان صریح و آشکار پاکستان به خصوص ISI پاکستان دست خدا دارد که هیچ فامیل ما از این گزند ظالمانه پاکستان مسئول نبوده. پس به این ترتیب سرنوشت اتفاقنامه ننگینه برای خیر مردم افغانستان تعیین بکنین این صلاحیت شما دارین. نمایندگان مجلس هم امضای این سند را برخواسته از سیاست‌های ناکام رهبران حکومت وحدت ملی در بازی‌های سیاسی با پاکستان می‌داند. به شدیدترین الفاظ تقبیح کنم آنچه که با عنوان پیمان ننگین و بی‌شرمانه و مردم افغانستان در حالت تحمیل شدن است. ما رئیس عمومی امنیت ملی را با مشاور امنیت ملی به روز یک شنبه به کمیسیون دعوت کردیم که اونا روز یک شنبه ساعت 9 بجه به کمیسیون امنیت داخلی میان گزارش خود میتن. با اساس اطلاعاتی که ما داریم حتی امنیت ملی حاضر است که تفاهمنامه لغو شود.
این تفاهم نامه به روز پنج شنبه گذشته میان کابل و اسلام آباد امضا شده است. از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از رهبران حکومت وحدت ملی خواسته که تفاهم نامه تبادل اطلاعات استخباراتی را با پاکستان بیدرنگ ملغا سازند. رئیس جمهور پیشین این تفاهم نامه را مغایر منافع ملی کشور می داند. عبدالرب رسول سیاف نیز تفاهم نامه تبادل اطلاعات استخباراتی را نادرست می داند. این در حال است که گفته می شود رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی نیز با امضای این تفاهم نامه مخالف است. شمار از آگاهان و مردم از این موضع گیری رئیس عمومی امنیت ملی ستایش می کنند و خواهان باطل ساختن این تفاهم نامه هستند. در این اعلامیه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از امضای توافقنامه میان امنیت ملی افغانستان و سازمان استخبارات نظامی پاکستان نگرانی عمیق خودش را ابراز کرده است. حامد کرزی از رهبری دولت می‌خواهد تا این سند را بیدرنگ باطل کند و در آینده نیز از امضای اسنادی که برخلاف منافع ملی افغانستان باشد خودداری ورزد. برخی دیگر از مقام‌های پیشین حکومت و آگاهان نظامی نیز امضای توافقنامه تبادل اطلاعات استخباراتی را شرم‌آور می‌دانند. حکومت وحدت ملی دیگر هیچ چاره‌ای نداره به جز این که به زودترین فرصت این معامله را، این تفاهم‌نامه ننگین را باطل بسازه و به مردم افغانستان اطمینان بده که با قاتلای مردم افغانستان، با قاتل عسکر و پلیس و کارمند امنیت ملی افغانستان هیچ معامله صورت گرفتن نمیتونن. من تعجب میکنم که رئیس به اصطلاح ما شما یا به اصطلاح چیز مشاور امنیتی شورای امنیت ما چطور باز حاضر شده که خودش با تمام وسایل پاکستان آشنا هست. امروزه نیست در رژیم دیروزی هم یه چیز داشت، وظایف داشت. بازی چطور حاضر شده؟ اینه که مجبور ساخته. این تحت تاثیر کی آمده؟ از هر خبر می رسد که تنش‌ها میان محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی نیز شدت گرفته است. آقای نبیل در نشست شورای امنیت ملی گفته است که توافقنامه همکاری های استخباراتی میان کابل و اسلام آباد از جانب وی عملی نخواهد شد. برخی از منابع با تایید این خبر به طلوع نیوز میگویند که آقای نبیل گفته است ارزش این توافقنامه نزد وی تنها یک برگه کاغذ است، اما حنیف اتمر تاکید کرده است که این توافقنامه باید از سوی ریاست عمومی امنیت ملی عملی شود. نو برخورد و موضوع گیری رئیس عمومی امنیت ملی را ستایش میکنم، حمایت میکنم و از موضوع گیریشان به نفع افغانستان است. امضای این تفاهمنامه و پافشاری رئیس شورای امنیت ملی به زیان افغانستان، خیانت به افغانستان، حداقل به خون شهدا و گذشته تاریخ افغانستان است. امضای پیمان تبادل اطلاعات استخباراتی میان ریاست عمومی امنیت ملی و سازمان استخبارات نظامی پاکستان خشم شماری از باشندگان پایتخت را نیز برانگیخته است. ننگ است بر افغانستان، بسیار شرم‌آور است که یک مملکت پیمان استخباراتی پیمان امنیتی را امضا میکنند که او در تخریب افغانستان نقش عمده و اساسی را دارد. پاکستان موږ سره هیڅ وخت په دوستۍ کې نه دی، او موږ سره مدام دا وعده کړي د استخباراتي څومره وعده کړي د طالبان خپل د استخباراتو په لاس کې دي، د پاکستان د ایسای په لاس کې دي. این تفاهمنامه با ISI هفته گذشته به امضا رسیده است و از سوی افغانستان معاون اول ریاست عمومی امنیت ملی این تفاهمنامه را امضا کرده است. بیشتر قربانیان و زخمی شدگان حمله روز سه‌شنبه در توقفگاه وسایط وزارت عدلیه کسانی بودند که نان آور خانواده هایشان بودند. در میان کشته شدگان این حمله یک بیوه‌زن 65 ساله نیز بوده است که نان آور دختر و نواده اش بود. در همین حال شمار از زخمیان این رویداد مخالفان مصالح دولت را دشمنان سوگن خورده مردم می دانند و از رئیس جمهور و رئیس اجرائیه می خواهند که به بهانه گفتگوهای صلح فریب این گروه را نخورند. با این همه رئیس جمهور غنی حمله های انتحاری بر غیر نظامیان را هدف نهایی مخالفان مسلح می داند. یک روز پس از حمله انتحاری در توقفگاه وسایط وزارت عدلیه، در اینجا بقایای ماشین موتر انتحار کننده دیده می شود که تا چند متری محل رویداد پرتاب شدند. تصویرهای بدتر از این هم وجود دارند. پارچه های لباس و حتی کلاهای برخی از کارمندان وزارت عدلیه هنوز هم در محل رویداد دیده می شوند.
یک گرم گفت دیگه ما هم خودمون نفهمیدیم که چی بود و چی نبود. دیگه پرچه‌های دستا و توتا و پا و هر چیز از طرف افتیده بود. دیگه خودمون هر چی که دست پا کنیم کسا نجات بدیم نتونستیم چیز نجاتم داده. میر خیرالدین راننده وزارت عدلیه با یک تن از زخمیان این روی داده است. وای که در شفاخانه بستری است از رهبران حکومت خواستهایی دارد. ما از این بزرگای خود از این کلانای خود یک خواهش داریم. خصوصا از آقای اشرف غنی و آقای عبدالله. این ملت سر از جای اعتبار کرد. این ملت به خاک و خون کشان. دویم دیگه این مردم از این درد بیکاری رنج کم است. کالا این تاریر در پشت مردم به این حالت میکشانه. بی بی موسومه کارمند 65 ساله وزارت عدلیه نیز از قربانیان این رویداد بوده است و اکنون خانواده‌اش در سوگ او نشسته است. مادرم هیچ کس نداشت، به کسی هیچ بدی نرسانده بود، جز اینکه یک لقمه نان حلال بر خود پیدا میکرد، مثال بر ما کمک میشد، به بیادرزاده میشد. او کراچیوانی که شب اولادش نان میطلبه، نان نداره، او به شهادت میرسه. اولادش شب انتظار است که پدری به ما یک لقمه نان میاره، مگم پدری شهید میشه. در این حمله انتحاری، فروشگاه های گرد و پیش وزارت عدلیه نیز خساره های بسیاری دیدند. سی داسې حمله وسی په هغه سمت کې یو میاشته پورې هغه خلک اخوا ته نه ځي، مشتریان نه راځي، ولا سبا بله ورځ بله بیا کېږي. صرف بالای تجارت دوکاندارای ما بسیار روحی منفی داره که ما مشتری خوده از دست میتیم. دیدبان حقوق بشر نیز حمله های اخیر حراس افغانان بر مکان های عمومی و هدف قرار دادن غیر نظامیان را جنایت بشری و نقض قوانین جهانی سوی این حراس افغانان گفته است. در یک هفته اخیر این 30 رویداد حراس افغانانه در کابل است که در آن بیشتر غیر نظامیان قربانی دادند. همایش 3 روزه مردمی بدخشان درباره تامین امنیت، آوردن صلح و ایجاد یک اداره سالم در این ولایت امروز پایان یافت. در پایان این همایش مردم و نمایندگان همه ولسوالی های بدخشان تصمیم گرفتند تا 1000 تن از باشندگان این ولایت را برای خیزش مردمی در برابر مخالفان مسلح دولت آماده سازند. نمایندگان بدخشان در این همایش میگویند که جنگ در بدخشان جنگ استخباراتی و منطقه‌ای است و تفاهم‌نامه نهاد استخباراتی افغانستان با سازمان استخبارات نظامی پاکستان نیز به دخالت این کشور در امور افغانستان پایان نخواهد داد. دست ها به نشانه رأی مثبت به تجهیز نیروهای مردمی از سوی دولت و مبارزه گسترده در برابر فساد اداری و آوردن اداره سالم در این ولایت بالا می شوند. بزرگان قوم، نمایندگان این ولایت در مجلس و شمار زیادی از باشندگان ولسوالی های بدخشان اینجا در فیض آباد گرد آمدند و از نظامیان تا غیر نظامیان بر برنامه جدی برای تامین امنیت بدخشان تاکید می ورزند. بیاین اگر طالب مربوط شماست کشش کنین بیارینش از یک دست. ما عسکر خود تسلیم حکومت دولت افغانستان میکنیم که بارها گفتیم امنیت بگیرین و کلا را ملامت میکنین. ما تسلیم میکنیم از یک طرف، شما طالبه بیارین تسلیم کنیم. اگر طالب مربوط شما نیست بیاین که ما شما مشترکاً طالبه بزنیم. همه در این همایش ریشه ناامنی ها را در استفاده مافیایی از معادن این ولایت، به کارگیری نیروهای مردمی از سوی افراد زورمند و دامن زدن استخبارات منطقه با جنگ در این ولایت شمال شرقی کشور می دانند. در پایان این نشست، نمایندگان بدخشان در مجلس برای مردم وعده می دهند که در صورت تجهیز نیروهای مردمی از سوی دولت بر آنان نظارت جدی داشته باشند. جنگ بدخشان جنگ شخصی انفرادی نیست، ولی عوامل برای بسترسازی وجود داشته که باعث ازی شده که امروز دروازه را برای دشمن و حتی بیکفایتی هایی که حکومت در قبال نامنی بدخشان داشته، ای باعث شده که امروز صدای مردم بیاید و در این طرح را که مردم داده، این طرح در نهایتش به دسترس رسانه ها قرار خود گرفت، البته بعد از اینکه به حکومت میره. نمایندگان بدخشان میگویند که انتقال میدان های جنگ از جنوب به شمال کشور باید جدی گرفته شود و این کار را برنامه استخباراتی برای ناامنسازی کشورهای آسیای میانه میدانند. اکنون که یک نیروی 1000 نفری در بخش خیزش های مردمی برای این ولایت در نظر گرفته شده، دیده شود که ولسوالی هایی که بیشتر در این ولایت از ناامنی ها رنج میبرند چگونه میتواند تا چندی بعد امنیتشان را دوباره به دست بیاورند و مردم از این پریشانی ها دور شوند. سید طارق مجیدی، طلوع نیوز، فیض آباد. ادامه خبرها.
بارک اوباما برای سرکوب داعش در عراق جنگ افزارهای بیشتر به قبایل سنی می دهد. آقای اوباما می گوید که واشنگتن روند دادن جنگ افزارها را به قبایل عراقی و آموزش دهی آنان را برای بازپسگیری شهر رمادی از داعش شتاب می بخشد. در همین حال حکومت عراق می گوید که آمادگی ها برای بازپسگیری رمادی از داعش نهایی شدند و تا چند روز دیگر این شهر آزاد خواهد شد. ایالات متحده آمریکا از پیشرفت داعش به سوی پایتخت عراق سخت نگران است. باراک اوباما در دیدار با تیم امنیت ملیش در کاخ سفید یکی از گزینه‌های بهتر برای بازپسگیری شهر رمادی را تجهیز و آموزش قبایل سنی مذهب در این شهر می‌داند. در همین حال ارتش عراق از گرفتن تمامی آمادگی‌ها برای بازپسگیری رمادی خبر می‌دهد. آزادسازی رمادی طول نخواهد کشید. این یک موضوع تنها چند روز است، زیرا ما برنامه‌های در این باره داریم. آمادگی‌ها از هر لحاظ به مراحل نهایی رسیدند. پس از این عملیات‌های آزادسازی را آغاز خواهیم کرد. ارتش عراق در جنگ با داعش نقش پیکارجیان شیعی را بسیار برجسته می‌داند. کسانی که آلای دست ایران شناخته می‌شوند و به کشتار فراقضایی سنیان در عراق متهم هستند. پایکارجویان شویت تجربه و دانش خوب جنگ با داعش و نیز تجربه هماهنگی با نیروهای امنیتی عراق در کار نابودسازی داعش را دارند. رمادی مرکز انبار بزرگترین ایالت عراق است و بیشتر باشندگان آن سنیان هستند. این شهر که در فاصله 102 کیلومتری بغداد قرار دارد با کشورهای سوریه، اردن و عربستان سعودی هم مرز است. به روز یک شنبه گذشته این شهر راهبردی به دست داعش افتاد و از همین رو امنیت شهر بغداد سخت تهدید می شود. و نخست وزیر اسرائیل برنامه جداسازی موتورهای فلسطینیان را از اسرائیلیان به تعلیق درآورد. بر بنیاد این برنامه انتقاد برانگیز که قرار بود از امروز برای 3 ماه به گونه آزمایشی عملی شود، فلسطینیان ساکن کرانه باختری که برای کار به اسرائیل می روند هنگام بازگشت به خانه هایشان حق سوار شدن به موتورهای اسرائیلی را نداشتند. با این همچند خبر اقتصادی، قرار است تا 7 روز دیگر نظارت از حریم فضایی افغانستان به یک شرکت خصوصی واگذار شود. مسئولان اداره مستقل هوانوردی بگویند که 6 شرکت جهانی برای به عهده گرفتن نظارت حریم فضایی افغانستان علاقه‌مندی نشان دادند و تا 7 روز دیگر روند گشودن پیشنهادهای این شرکت‌ها آغاز خواهد شد. مسئولان اداره مستقل هوانوردی می گویند که برای شناسایی یک شرکت معتبر از بحر نظارت حریم فضایی افغانستان تلاش آغاز شدند و تا کنون 2 شرکت انگلیسی، 1 شرکت آلمانی، 1 شرکت آمریکایی، 1 شرکت امارات متحده عرب و 1 شرکت هندی در این بخش علاقه‌مندی نشان دادند. آنان می گویند که با توجه به نبود ظرفیت های لازم، یکی از این شرکت ها پس از روشن شدن پیشنهاد هایشان برای 2 سال از حریم فضایی افغانستان نظارت خواهد کرد. د ملي تدارکاتو اداره د دې تدارکاتي چارې په مخ وړي او د تدارکاتو د تخنیکی کارونو له مخې هر څوک چې بریالی شي زمونږ د فضا مدیریت ته TOR ورکړل شوی نه لایحه د وظایف ضرورتونه او څه کارونه باید وکړي هر یو چې دا توانمندي ولري او دا کار په مناسب یا ټیټ نرخ باندې سرته ورسوي زه فکر کوم هغه به وړونکي کوشش میکنیم که قرارداد را انجام بدیم مطابق قضیه هم از لحاظ تجهیزات ما تجهیز شویم بدست بیاریم و همچنان کادرهای مسلکی خود را در این مدت تربیت بکنیم. در قسمت امنیت هوانوردی هم نظر ما این است که یک کار خوب در گذشته صورت گرفته. در این قسمت نظارت از حریم فضایی افغانستان از سال 2002 میلادی به دوش نیروهای خارجی و ایالات متحده آمریکا، اما پس از آن که ایالات متحده آمریکا خبر داد که پس از ماه جون این برنامه را تمدید نخواهد کرد، اکنون از به میان آمدن خلای احتمالی در این بخش نگرانی های پدید آمده. اما مسئولان اداره هوانوردی می گویند که پیش از پایان یافتن این مهلت، عرضه خدمات را در این بخش با کمک یک شرکت جهانی آغاز خواهند. با این هم قیمت بعضی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل.
یک دلار آمریکایی 60 افغانی با 70 پول، یک یورو 67 افغانی با 40 پول، یک درهم امارات 16 افغانی با 50 پول، 1000 روپیه هندی 940 افغانی، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی با 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 583 افغانی. با بیننده های ارجمند، رویدادهای ورزشی، خبرهای امشب را همکارم سمیر رسا تقدیمتان میکند. آقای رسا. تشکر. پس از میان برنامه نظر میاندازیم به برگزاری رقابت‌های کاراته دختران در کابل و رسپاشدار تیم ملی 14 سالگان فوتبال به تاجیکستان. باستم خوش آمدید. رقابت‌های کاراته دختران شهر کابل در تالار ورزش‌های زورخانه‌ای برگزار شدند. در این رقابت‌ها دختران کاراتکار برای به دست آوردن عضویت تیم منتخب شهر کابل با یکدیگر بر رقابت پرداختند. در این رقابت‌ها بیش از 60 کاراتکار دختر از 9 باشگاه شهر کابل با یکدیگر بر رقابت پرداختند. فدراسیون کاراته می‌گوید که این رقابت‌ها در 3 بخش برگزار می‌شوند. بیشتر از 60 ورزشکار از 9 کلب شهر کابل شرکت کرده و در 10 کاتگوری وزنی با هم رقابت می‌کنند. در نهایت 30 تن از اعضای تیم منتخب شهر کابل تشکیل می‌دهند. هر چقدر مسابقات کاراته بیشتر برگزار شود، همه روحیه و تجربات دخترها زیاد میشه. تاثیر زیاد داره این مسابقات، چون بعضی دخترها هستند که خود جرأت ندارن ورزش کنن، اما این مسابقات هست که اونا میرسانن. در پایانی رقابت ها 30 چهره برتر جواز حضور در تیم منتخب شهر کابل را به دست می آورند. فدراسیون کاراته هدف از برگزاری این رقابت ها را رشد و گسترش ورزش کاراته در میان دختران و همچنان کشف استعدادهای جدید عنوان می کند. تیم ملی فوتبال 14 سالگان افغانستان برای حضور در جشنواره فوتبال رهسپار تاجیکستان شد. مربی تیم 14 سالگان میگوید که این تیم از آمادگی خوب برخوردار است و برای قهرمانی پای به میدان این رقابت ها می گذارد. تیم ملی فوتبال 14 سال افغانستان پیش از این پیشینه قهرمانی در این رقابت ها را که در ایران برگزار شده بود در کارنامه دارد. مربی این تیم میگوید که ملی پوشان برای حضور موفق در این رقابت ها تمرینات فشرده ای را پشت سر گذاشتند. مسابقات همیشه از طرف FC بر 3 سال با یک کشور برگزار میشه که قبلا ایران و سریلانکا میزبان بودند، که از ایران هم خوشبختانه ما قهرمانی را به دست آوردیم. از آمادگی خوب برخوردار میباشیم و تحت سه ماسک توسط مربیان ما تمرین های خود را اجرا میکنیم. تمرین های شدید داشتیم از نگاه فیزیکی، تکتیک، تکنیک و دیگر سیستم کار کردیم. این رقابت ها از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار می شود و میزبانی این رقابت ها برای دوره های 3 ساله به کشورها داده می شود. دوره های پیشین این رقابت ها در کشورهای ایران و سریلانکا برگزار شده بودند. در دمای بسکتبال NBA گلدن استیت در برابر هیوستون راکترز با پیروزی رسید. از سوی هم کرولیان کاولرز و آتلانتا هاوس برگزار کننده دیدار پایانی کنفرانس شرق هستند. دیوید دخیا دروازه‌بان اسپانیایی یونایتد برای دومین فصل بهترین بازیکن منچستر یونایتد برگزیده شد. در مراسم انتخاب بهترین های فصل منچستر یونایتد، گل دوم ماتا با لیورپول بهترین گل فصل شناخته شد. ضربه چپ دیماریا با لستر سیتی نیز به عنوان گل دوم فصل برگزیده شد. از توجهتون به خبرهای این ساعت تشکر. خدا نگهدار. امنیتی ملی و سازمان استخبارات نظامی پاکستان با گذشت هر روز انتقادها از این تفاهم نامه بیشتر و تندتر می شوند. این بار انتقادها از درون نظام بالا گرفتن. معاون اول رئیس اجرایی با انتقاد سخت از این تفاهم‌نامه میگوید که وی هرگز از این کار آگاهی نداشته است و حتی نهایی شدن آن با رئیس اجرایی هم در میان گذاشته نشده است. ارتباط سند امنیتی یا تفاهم‌نامه امنیتی اما مسوده ابتدایش همراه دکتر سب عبدالله عبدالله صحبت شده که بعدها دو همین سی مسئله به نحوی آمده که دکتر سب عبدالله از او آگاهی نداشته. این مقام حکومت وحدت ملی این سند را به زیان کشور می داند و می گوید که ISI مسئول تمامی خشونت ها و کشتارهای مردم افغانستان است. مواردی که اصلا
مبهم به نظر میرسه، مثل مسئله جدایی طلبان مفهوم نیست در افغانستان. جدایی طلبان یعنی چی؟ در این میان مجلس نمایندگان امضای این سند را برای رهبران حکومت وحدت ملی بسیار شرم‌آور می‌داند و از تلاش‌ها برای ملغا ساختن این تفاهم‌نامه سخن می‌زند. واضح روشن است که در قضیه ناامنی افغانستان صریح و آشکار پاکستان، به خصوص آیسای پاکستان، دست خدا دارد که هیچ فامیل ما از این گزند ظالمانه پاکستان مسئول نبوده. پس به این ترتیب سرنوشت اتفاقنامه ننگین برای خیر مردم افغانستان تعیین بکنین، اصلاحیت شما دارین. نمایندگان مجلس هم امضای این سند را برخواسته از سیاست‌های ناکام رهبران حکومت وحدت ملی در بازی‌های سیاسی با پاکستان می‌داند. به شدیدترین الفاظ تقبیح کنم آنچه که با عنوان پیمان ننگین و بی‌شرمانه و مردم افغانستان در حالت تحمیل شدن است. ما رئیس عمومی امنیت ملی را با مشاور امنیت ملی به روز یک شنبه به کمیسیون دعوت کردیم که اونا روز یک شنبه ساعت 9 بجه به کمیسیون امنیت داخلی میان گزارش خود میتن. با اساس اطلاعاتی که ما داریم حتی امنیت ملی حاضر است که تفاهم. منابع با تایید این خبر به طلوع نیوز میگویند که آقای نبیل گفته است ارزش این توافق نامه نزد وی تنها یک برگه کاغذ است، اما عنیف اطمر تاکید کرده است که این توافق نامه باید از سوی ریاست عمومی امنیت ملی عملی شود. نو برخورد و موضع گیری رئیس عمومی امنیت ملی را ستایش میکنم، حمایت میکنم و از موضع گیریشان به نفع افغانستان است. امضای این تفاهمنامه و پافشاری رئیس شورای امنیت ملی به زیان افغانستان، خیانت به افغانستان، حداقل به خون شهدا و گذشته تاریخ افغانستان است. امضای پیمان تبادل اطلاعات استخباراتی میان ریاست عمومی امنیت ملی و سازمان استخبارات نظامی پاکستان خشم شماری از باشندگان پایتخت را نیز برانگیخته است. ننگ است بر افغانستان، بسیار شرم‌آور است که یک مملکت پیمان استخباراتی، پیمان امنیتی را امضا میکنند که او در تخریب افغانستان نقش عمده و اساسی را داره. پاکستان مونږ سره هیڅ وخت په دوستۍ کې نه دی، او مونږ سره مدام دا وعده کړي د استخباراتي څومره وعده کړي، د طالبان خپله د استخباراتو په لاس کې دي، د پاکستان د ایسای په لاس کې دي. این تفاهمنامه با ایسای هفته گذشته به امضا رسیده است و از سوی افغانستان معاون اول ریاست عمومی امنیت ملی این تفاهمنامه را امضا کرده است. بیشتر قربانیان و زخمی شدگان حمله روز سه شنبه در توقفگاه وسایط وزارت عدلیه کسانی بودند که نان آور خانواده هایشان بودند. در میان کشته شدگان این حمله یک بیوه زن 65 ساله نیز بوده است که نان آور دختر و نواده اش بود. در همین حال شمار از زخمیان این رویداد مخالفان مصالح دولت را دشمنان سوگند خورده مردم می دانند و از رئیس جمهور و رئیس اجرائیه می خواهند که به بهانه گفتگوهای صلح فریب این گروه را نخورند. با این همه رئیس جمهور غنی حمله های انتحاری بر غیر نظامیان را هدف نهایی مخالفان مسلح می داند. یک روز پس از حمله انتحاری در توقفگاه وسایط وزارت عدلیه، در اینجا بقایای ماشین موتر انتحار کننده دیده می شود که تا چند متری محل رویداد پرتاب شدند. تصویرهای بدتر از این هم وجود دارند. پارچه های لباس و حتی کلاهای برخی از کارمندان وزارت عدلیه هنوز هم در محل رویداد دیده می شوند. یک گرم گفت که ما خودم هم نفهمیدیم که چی بود و چی نبود. دیگه پارچه های دستا و توتا و پاها و هر چیز از طرف افتیده بود. سلام، به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 30 ماه ثور سال 1394 هجری خورشیدی و 20 ماه می سال 2015 میلادی است. نخست سرخط مهمترین خبرها. به خبری ریاست اجرائیه از متن نهایی تفاهمنامه تبادل اطلاعات استخباراتی سبوده ابتدایی شمره دکتر سب عبدالله عبدالله صحبت شده که بعدها دو همین سی مسئله به نحوی آمده که دکتر سب عبدالله از او آگاهی نداشته. تصمیم مردمی برای خیزش در برابر حراس افغانان در بدخشان.
غیر نظامیان قربانیان اصلی حمله های حراس بگنانه. تاکید اوباما به سرکوب داعش در عراق و واگذاری نظارت فضایی افغانستان به یک شرکت خصوصی. مشروع خبرها. عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان خواستار اصلاح تفاهم‌نامه امضا شده میان ریاست امنیت ملی و سازمان استخبارات نظامی پاکستان شده است. یک منبع بلندپایه حکومت افغانستان میگوید که این تفاهم‌نامه به گونه پنهانی از سوی ارگ‌نشینان امضا شده است و رئیس اجرایی از متن نهایی این تفاهم‌نامه توسط حامد کرزی آگاه شده است. این منبع میگوید که رئیس جمهور غنی با رئیس اجرائیه و رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی صبح امروز گفتگو داشته و رئیس اجرائیه در سه مورد مخالفتش را با این تفاهم نامه ابراز کرده است که شامل آموزش مشترک، مبارزه با جدایی طلبان و مبارزه با سازمان های استخباراتی دشمن است. در همین حال معاون اول رئیس اجرائیه میگوید که هرچند درباره پیشنویس این تفاهم نامه با عبدالله رئیس‌زنی شده بود، اما آقای عبدالله درباره مواد که پسانتر در آن افزوده شده است تا صبح امروز آگاهی نداشت. پس از افشا شدن امضای تفاهم‌نامه مبادله اطلاعات استخباراتی میان ریاست عمومی نامه لغو شود. این تفاهم‌نامه به روز پنج شنبه گذشته میان کابل و اسلام آباد امضا شده است. از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از رهبران حکومت وحدت ملی خواسته که تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات استخباراتی را با پاکستان بدرنگ ملغا سازند. رئیس جمهور پیشین این تفاهم‌نامه را مغایر منافع ملی کشور می‌داند. عبدالرب رسول سیاف نیز تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات استخباراتی را نادرست می‌داند. این در حالی است که گفته می‌شود رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی نیز با امضای این تفاهم‌نامه مخالف است. شمار از آگاهان و مردم از این موضع‌گیری رئیس عمومی امنیت ملی ستایش می‌کنند و خواهان باطل ساختن این تفاهم‌نامه هستند. در این اعلامیه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از امضای توافقنامه میان امنیت ملی افغانستان و سازمان استخبارات نظامی پاکستان نگرانی عمیق خودش را ابراز کرده است. حامد کرزی از رهبری دولت می‌خواهد تا این سند را بیدرنگ باطل کند و در آینده نیز از امضای اسنادی که برخلاف منافع ملی افغانستان باشد خودداری ورزد. برخی دیگر از مقام‌های پیشین حکومت و آگاهان نظامی نیز امضای توافقنامه تبادل اطلاعات استخباراتی را شرم‌آور می‌دانند. حکومت وحدت ملی دیگر هیچ چاره‌ای نداره به جز این که به زودترین فرصت این معامله را، این تفاهم‌نامه ننگین را باطل بسازه و به مردم افغانستان اطمینان بده که با قاتلای مردم افغانستان، با قاتل عسکر و پلیس و کارمند امنیت ملی افغانستان هیچ معامله صورت گرفتن نمیتونه. من تعجب میکنم که رئیس به اصطلاح ما شما یا به اصطلاح چیز مشاور امنیتی شورای امنیت ما چطور باز حاضر شده که خودش با تمام وسایل پاکستان آشنا هست. امروزه نیست در رژیم دیروزی هم چیز داشت، وظایف داشت. بازی چطور حاضر شده؟ این کی مجبور ساخته؟ این تحت تاثیر کی آمده؟ از هر خبر می رسد که تنش‌ها میان محمدعلی فتمر مشاور امنیت ملی و رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی نیز شدت گرفته است. آقای نبیل در نشست شورای امنیت ملی گفته است که توافقنامه همکاری های استخباراتی میان کابل و اسلام آباد از جانب وی عملی نخواهد شد. برخی از خودم هم هرچه که دست پا کنیم کسر نجات بدیم نتونستیم چیز نجاتم داده. میر خیرالدین راننده وزارت عدلیه با یک تن از زخمیان این روی داده است. وی که در شفاخانه بستری است از رهبران حکومت خواست هایی دارد. ما از این بزرگای خود، از این کلانای خود یک خواهش داریم، خصوصا از آقای اشرف غنی و آقای عبدالله. این ملت سر از یا اعتبار کرد، این ملت به خاک و خون کشان. دویم دیگه این مردم از این درد بیکاری رنج کم است کالا این تاریخ در پشتی مردم به این حالت میکشونه. بی بی ماسومه کارمند 65 ساله وزارت عدلیه نیز از قربانیان این رویداد بوده است و اکنون خانواده‌اش در سوگ او نشسته است. مادرم هیچ کس نداشت، به کسی هیچ بدی نرسانده بود جز اینکه یک لقمه نان حلال بر خود پیدا میکرد. مثال بر من کمک میشد، به برادرزاده میشد. او کراچیوانی که شب اولادش نان میطلبه، نان نداره، او به شهادت میرسه.
اولاد شو انتظار است که پدر به ما یک لقمه نان میاره، مگر پدر شهید میشه. در این حمله انتحاری فروشگاه های گرد و پیش وزارت عدلیه نیز خساره های بسیاری دیدند. سیداسی حمله وسی په غسمت کې یو میاشته پورې هغه خلک اخوته نزی مشتریان ناراضی ولا سبب بل ورځ بل بیا کیږي. صرف بالای تجارت دکاندارای ما بسیار روحی منفی داره که ما مشتری خود از دست میتیم دی تعالی. دیدبان حقوق بشر نیز حمله های اخیر هراس افغانان بر مکان های عمومی و هدف قرار دادن غیر نظامیان را جنایت بشری و نقض قوانین جهانی سوی این هراس افغانان گفته است. در یک هفته اخیر این سیومین رویداد هراس افغانانه در کابل است که در آن بیشتر غیر نظامیان قربانی دادند. همایش سه روزی مردمی بدخشان درباره تامین امنیت، آوردن صلح و ایجاد یک اداره سالم در این ولایت امروز پایان یافت. در پایان این همایش مردم و نمایندگان همه ولسوالی های بدخشان تصمیم گرفتند تا 1000 تن از باشندگان این ولایت را برای خیزش مردمی در برابر مخالفان مسلح دولت آماده سازند. نمایندگان بدخشان در این همایش میگویند که جنگ در بدخشان جنگ استخباراتی و منطقه‌ای است و تفاهم نامه نهاد استخباراتی افغانستان با سازمان استخبارات نظامی پاکستان نیز به دخالت این کشور در امور افغانستان پایان نخواهد داد. دست ها به نشانه رأی مثبت به تجهیز نیروهای مردمی از سوی دولت و مبارزه